گرفتن رفتم داخل، داخل رفتم دیگه از سرویس آجیل رفتم نبود، چون زخمی ها رو پالدیم. بعد رفتم به آیسیو، چهار پنج اتاق در آیسیو بود، اونا رو هرچی پالدیم نبود. بس به هر طرف پرسان کم هر جایی که شفاخانه یغزی هر اتاق رفتم نهید. یک بچه اون 25 روزه طفلک 25 روزه شیرخور رفتم سردخانه، دروازه باز کردم، کشو داره کشو رو که کش کرد، این پایش که دیدم میشیناختم، پاشی را کشی نختم، کشو را خود ما کشکم بیرون آوردم، بیرون آوردم، این قسمتی سوچکم شید، این قسمت زده بود. خداوند بخشاینده و مهربان. سلام هموطنان عزیز، سلام های ما را پذیرا شوید. و ما در مزار هستیم، در کوچه بلخ بوستان، و باز هم متاسف هستیم به اینکه عزیزا و دوستا روز به روز از جمع ما کم شده میره و ابد پیوسته میرن. از یک خانواده سه شهید و ما هم میخواییم که بریم با این خانواده دیدار داشته باشیم، مثل دیگه هموطنهای حسیس ما کمک و همکاری خدا بایشان داشته باشیم و خداوند خیر نصیب کنه شمایی را که کمک میکنه، پروردگار از خیر با شما کمک کنه. و حالا در کنار ما همی پدر است و میریم میشینیم میشنویم که کدام عزیزایشان بودند که امروز در جمعشان نیستند. سلام برسه، خوب استی، به خیر استی، سلام بده، خوب استی، به خیر است، خوب چال داری، به خیر استی. از فامیل چند نفر خدا بچن شاید؟ سه نفر. کی کی بود؟ سید اسد، فرزند سید ابراهیم، ابراهیم برادر من، سید نعمت، فرزند سید اسدالله که نصف برادر من باشه، بچه سید اسدالله، سید محمد رضا بچه سید طایب شاه میشه که خسرو بره سید اسدالله. یک پدر و یک بچه هم شاید شده؟ یک پدر و یک بچه، یکی هم خسرو بره. بریم در خانه اگر بشه. با تأسف که روز به روز عزیزای خود از دست میتیم و بسیار مشکل است که از یک خانواده هم پدر و هم بچه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین یا رب العالمین. پروردگارا این شهدایی که در جمع مانستند جنت و فردوس نصیبشان بگردان. پروردگارا با بازماندگانشان صبر و جمیل عطا بفرمایی. پروردگارا این طفلک که از اونا مانده ایره آر سال بزرگ بگردانی و پروردگارا با برکت ماه مبارک رمضان این طفلک حافظ قرآن بگردانی. پروردگارا دوستا و عزیزایی که در جمع مانستند از آب و کوثر بی نصیبشان نگردانی و پروردگارا به خون شهدا پروردگارا تو یک سال حرامی را در افغانستان عزیز ما بری. پروردگارا از تو ما را از برادر کشی خلاص بگردانی و پروردگارا با برکت این ماه مبارک رمضان این شهدا گلگون کفن که در جمع ما نیستن رفتن اگر در کدام عذاب باشن از عذاب خلاصشان بگردانی. پروردگارا با بازماندگانشان صبر و جمیل عطا بفرمایی و پروردگارا در این ماه مبارک رمضان اگر این برادرای ما در کدام مشکل در عذاب در قبر باشن از او عذاب خلاصشان بگردانی و پروردگارا ما دست دعا به سوی تو بالا کردیم بندهای گناهکار هستیم گناه ما را عفو بگردان و پروردگارا در روز آخرت دیدار خدا نصیب ما بگردان. ما هر چی لایق دیدار تو نیستیم دیدار سردار دو عالم حضرت محمد صلی الله علیه و سلام نصیب ما بگردان. پروردگارا تا پاک ما نکردی خاک ما نگرد. زندگی سر خودتان باشه. سلامت هست میکنه. از برادرت بوده که یکیش از خودت؟ برادرم سید اسدالله برادری کلان من بود. بسیار آدم خوب بود، آدم ساکت بود، آدم عاجز بود، کس غرض نداشت، آدم بسیار متدین بود. بعد از اینکه برادرم از دنیا رفت خیلی سالها پیش ما خورد بودیم. برادر من راسه خورد بود، یک اندازه از مو بزرگترک بود. سرپرستی از مو به وقتی برادر کلان و کاکای ما بود که حالا اینجا هستن. بسیار آدم خوب بود. بسیار خدا بخشش و بیاموزه. آمین. برادر شستی است؟ بله آقا سید اسدالله برادر من برادر کلان بود دیگه. چندین سال بود ما با هم زندگی میکردیم، زندگی ما خوب بود، بالاخره خیلی خوب بود. چند تا بچه هم که فعلا ما داشتیم دیگه، ما هم که با هم که یک جای بودیم زندگی میکردیم، زندگی ما بسیار زندگی خوبی بود و یه گمان هم ما نداشتیم، تصور و باورم نداشتیم که رقمی شد. خب دیگه حالی شده دیگه یک حادثه یک اتفاق افتاد. هم خودش هم بچه گرفتش؟ آه هم خودش هم بچه گرفتش. بچه تازه تقریبا سن 15 سال و 16 سال تازه کم کم نوجوان؟ نوجوان شده بود و دمجد به عبادت خدا رفت. خودش هم جوان بود، خودش سن 40 سال 40 سال هم تراغ جوان بود دیگه. بچه کلانش هم بود، نو مکتب مرفت، مکتبش هم خیلی خوب بود، استعداد بسیار عالی داشت، بسیار بچه آرام، درس خوان، بسیار یک لایق دیگه. بوی خسر بریشی که هم همراهشان بدن هم بسیار استعداد فوق العاده که در مکتب بلخ باستان در بین چندین همسین خواهی خوب انسان بسیار شایسته ای بوده. یعنی استعداد از اونا وقتی که بچه ها تعریف میکنن همسینفایش هم نقایشی واقعا در حد از اونا بی نظیر بوده. همال هم که چیزایی را که از باقی منده اثرهای هنری را که از باقی منده واقعا حیرت انگیزه. ولی بود جوانا بچه از که از استعداد از اونا کار بگیره تا اینو برای از اونو آینده سازی بکنه، این رقم چیار یک حادثه میشه که دیگه هیچ کس آثار از اونو رو ننگره. خب پروردگار ببخششان دیگه.
امروز در جمع ما نیستن و از یا پدر چند تا طفل به جا مانده؟ یکی خویی است؟ از یک بچه اون 25 روزه هست. طفلک 25 روزه؟ شیرخور؟ شیرخور. دیگه یک دختره هست که هم یکم 13 ساله هست. 14 ساله هست. 13 بود. یک از این کلانتر هست. شاید 7 ساله باشه. دیگه یک بچه یک 11 ساله داره. این نیستیم شده هم ریحانه پنج تا مانده این خون خود رو برد و شش رو برد تا ساعت دوانی می اینجا بود دوانی می اینجا رکت کرد مرشوان کار داره مازه بخانه ما رفتیم مسجد سلطانیه نماز رو خوانده بود باز زنگ آمد که مفجاش ده مسجد سیدکان زنگ از رفقای زمد که سه تا که در چپ گلکوزه از موتر تا شده دیگه مستقیم رفت در مسجد سه دکان شما روش گرفتیم زنگ زنگ که زنگ نمخورم دیگه اونجا کنم دیگه موتر موترک داشتم اونجا ماندم و رفتم شفاخانه را نمیدم طرف مسجد سه دکان که رفتم را نمیدم جای دیم دستایی بلدیدش چی بود که ما رفتیم میزد دیگه از سیمای برگ داده چی بود که ما رفتیم میزد نمود دا کجا تو مخورم نمخورم کجا میم باز رفتیم در در شفاخانه اونجا هم تا 20 دقیقه نیم ساده نمان در تاب تلاش کردیم رفتیم داخل داخل رفتیم دیگه در سرویس آجیل رفتیم نبود جمله زخمی ها رو پالیدیم باز رفتیم به آیسیو چهار پنج اتاق دیگه آیسی بود اونا رو هرچی پایل بود نه بود بس به هر طرف که پرسان کم هر جایی که شفاخانه یعوزه یارم اتاق که رفتم نه ایدم که نه ایدم بس یک مردی که دایم در صفی اول صفی دوم اول دعا میخوان بین آردون دوتا نماز نه خود بگرد او را دیدم او را که دیدم گفتم اینا پشت سر بودن کارش خلاص اینا زنده نیه دیگه باز رفتم طرف سردخانه اما مسئول سردخانه پیدا کم از چند نفر پسان کم نشانم نمده سه زیاد گروبار بود دیگر از پیکر روز بود رفتم سردخانه دروازه باز کردم کشو داره کشو رو که کش کرد این پایش رو دیدم میشی نختم پایش رو کشی نختم کشو رو خود ما کش کم بیرون آوردم بیرون آوردم این قسمتی شکم شیم قسمت زده بود شکم سه تا سه جایش در داخل لفتگی بود یه جور چپ شیر از دور از جانه نوشمو نیزی که خوردم این یه قربان بود کتاب بود داشتم دیگه از صورت چین جایش سر نخوردم تا لخص لخشم گوشیم نبود اش به کلی بود دیگه که سوخندم دیگه جانشم سد نزدیم باز دیگه سید محمد رضا سروبرشی زیادترین دنی سیناش سر میخورده بود در جورش پایش دیگه پشت سرش این قسمت دیست چی کلان سوخته بود دمیش سرش هم که بگیر در یک تنور اگرش یا که پس نظر که خیم کشته بود باز دیگه سید نعمت نبود باینی از اونا باز دوباره آمدم شد تمام شفاخانه رو پالیدم نیفتم باز دوباره رفتم که آوردم یکی را که آورده بوده اول جان داشته اگر مثلا اول مونم میشتی که ما مسجد مرفتیم شاید ما یک خیلان میکنم شاید نجات میرفت از این خاطر که دیچی سیروم بود لی ما که نرستیم مونم نمان دیگه در جای بودیم بند رفته بود گوشم خدا بخششان و پشت چی از طرف پشتی صحبت زخمی بزیاد دیگه صورت چی دیگه دیگه پایدش چی دیگه فقط پشت دیگه این تا قضیه رو افتاد دیگه حتما مسلحت خدا بوده به مسلحت خدا هیچ کار نمیشه هم بلگم از درخت نمیرغزه تا این میروز صاحب دانشان در دنیا بوده و تا همون ساعتی که رفتم اینجا برم نماز ظهر خونده در نماز عصر در قامل دیگه اونو این تجربه
و ما که بسیار متاثر میشم و بسیار جگرم به این خون میشه که حضی طفلا به جا میمانه و وضع اقتصاد همگی هم خراب است، چندان وضع اقتصاد خوبی هم نیست و طفلکای از این خب پروردگار خودش رحم کنه و خود او پروردگار میفهمه، او لایق دلهاست و او لایق عبادت است. توکل ما به خدا و چیزی که رضای خدا است دیگه، در رضای خدا چیز گفتنه، رضایم به رضای الله دیگه دستم خواهد همه ایم مال خدایم، همون ثانیه که در کار شنم مو برم بنده خدا یعنی مال خدا دیگه چاره نه دیگه چاره نداریم دیگه درام. و جا دارم من هم تشکری کنم هست تمام دوستای خیر کمک میکنن، پروردگار هست غیب با شما کمک کنه و انشالله که کمک هایی که شما میکنه یه در نمیره، پروردگار حتما حج رو پاداش حسیر برتان میته و ما هم دعا میکنیم که پروردگار ده چند از زیر نصیبتان بگردانه، اگر چی که اگر تمام دنیا رو بتی سه عزیز ما را یک پنجه شکست پورا کردن میتانه و یه که در زخم یک کسی مرهم میمانین، همدلی میکنین و مایی که از کابل تا مزار آمدیم و خدمت میکنیم، ایره ما از پروردگار از چشم میخواییم. صد درصد چند برابر سلامت باشید. و جا دارم من هم تشکری کنم هست یوسفی برادر ما که به این خانواده دو بوجی یارد، دو بوتل روخن، دو بوجی برنج پلوی، دو سرکچالو، پیاز، چای کمک کرده، 11 هزار افغانی، یک دنیا تشکر. یوسفی برادر هست بلژیک، خداوند در رسانات نیکت حساب کنه. و همچنان جا داره که ما هم تشکری کنیم هست دوست عزیز ما که محمد یعقوب برادر تاجک ما از روسیه، محمد یعقوب برادر تاجک ما از روسیه و ما $100 روان کرده بود که ما اینجا گرفتیم، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ای از طرف محمد یعقوب برادر ما و مادرک از این تقدیم کو بسیار زیاد تشکر. و همچنان جا داره که ما هم تشکری کنیم از زهرا خواهر ما به نام مروه ایوبی از آلمان به ما 18 هزار روان کرده بود که 10 هزارش به اقامتن ما، 12 هزارش به اقامتن ما مار چزا بردیم. زهرا خواهر ما به نام مروه ایوبی که 18 هزار روان کرده 12 هزارش به اقامتن ما مال بردیم و قرار است که 6 هزار پول نقد گرفتیم، 1, 2, 3, 4, 5, 6 ای 6 هزار بگی پدر به خیر سلامت هم مالم براتان تسلیم میکنیم از طرف یوسفی برادر ما از بلژیم. شکر خدا اینا نگاه کنم به خیر بلاهای زمینی و آسمانی محفوظ بدارم، آمین. بلاهای خود خود سلامت بشه شما رو انشاءالله از هر درد و رنج و زحمت و بلا حفظ کنه خداوندی عالم، در خدای خود کنه انشاءالله بخیر باشید، کم یک آرامی دمزی هم افغانستان ما شما بیایه، آمین. دیگه این برادر کشی قویشونه، آمین. دست خارج کتاشنه، دست زلم کتاشنه، آمین. اول خدا در راه اینه که هدایت کنه، آمین. همینایی که دخالت میکنه اگر قابل هدایت نیست از سفه روزگار بر پروردگارا گفتی برادر ما یک صلح آرامی را در افغانستان عزیز ما بیاری، همه روزدار استیم از خاطر تو روزه گرفتیم، پروردگارا تو ای جوان کشی را از بین ما دور بگردان و پروردگارا خوشی ها را بر خانه های ما بیاری، پروردگارا ای اشکای ما را بلبخند تبدیل بگردانی، محمد یعقوب برادر تاجک ما که از روسیه کمک کرده، محمد یعقوب برادر هر مراد و مقصدی که داری پروردگار به مراد و مقصدت برسانی، اولادایت برات باغ دل بگردانه و زهرا خواهر ما که کمک کرده پروردگارا به هر مراد و مقصدی کمک کرده پروردگارا به مراد و مقصدش برسانی، یوسفی برادر ما را سرفراز دنیا و آخرت داشته باشی و ای دوستا نوجوانا
ای عزیزایی که در جمع ما نیستن پروردگارا بیشت بر این نصیبشان بگردانی. با تمام رفتگان پروردگارا مادر مرا هم آب کوثر بی نصیب از آب کوثر نصیبش بگردانی. و پروردگارا تو مهربان توانا و تعالاستی، آخرین غم در این خانه باشه پروردگارا، آخرین غم در این منطقه باشه پروردگارا، آخرین غم در افغانستان و جهان باشه پروردگارا، تو مسلمین پیروز داشته باشی. آمین. سلامت باشی، بازم زندگی سرتان باشه، چیزی که رضای پروردگار است ان شاء الله بر رضای پروردگار تسلیم هستیم و میدونی امر پروردگار هیچ بیشک کار نمیشه. و دوستایی که میخواین به این خانواده زنگ بزنن و به پدر ازی، به مادر ازی و همچنان دوستی از سر که مانده جز رضای پروردگار دیگه چیز ندارن و کاکه هایش هم اقتصاد صحیح نیست، میتونه به این شماره به تماس شوند. 077-59-88-690 077-59-88-690 در پایین تلویزیون هایتان هم در تایتل نوشته است. خداوند اجر دنیا و آخرت نصیبتان بگردانه شد. این می تسلیم خودت توفیق ناچیز، بسیار زیاد تشکر با مان خدا سر حاجی بابا، خداحافظ با مان خدا، خداحافظ، تشکر با مان خدا، خدا نگهدار.